سلام، من آسو هستم. من میخواستم امروز همجور که توی بروشور نوشته چند تا از قطعات هم مثال بزنم، یه تیکه هایشو باید توضیح بدم، ولی با توجه به وقت اینجا و اینکه من معمولا قطعام خیلی طولانیه، تصمیم گرفتم یکیشو بتونم مفصل تر توضیح بدم. ولی قبلش باید یه توضیحاتی بدم راجع به پیش زمینه آهنگسازی که شما بتونین ارتباط بیشتری بگیرید با چیزایی که میشنوید و براتون ملموس‌تر باشه. که رشته من آهنگسازی بوده، قبل از اینکه الکترونیک میوزیک بخونم خیلی آدم ضد تکنولوژی بودم تو آهنگسازی، یعنی حتی از سمپل هم استفاده نمی کردم. یه سنج میخواستم ریکورد کنم، حتی میرفتم میزدم تو استودیو، ولی روند خب خیلی عوض شده. در واقع یک ارتباط خیلی زیادی بین کارهای من با متن وجود داره، اکثرا متن ادبی و معمولا شعر نو، چه موقعی که کاملا آکوستیک قطعاتمو میساختم چه الان. و معمولا اون الهام اولیه از متن میومده و از پاره هایی از اون متن هم من معمولا در موسیقیم استفاده میکنم، یعنی به عنوان یکی از لاین های صدا بهش نگاه میکنم. و کسایی که کار منو گوش دادن معمولا از این لغت استفاده میکنن، خیلی تصویریه کار من. میخوام یکم راجع به لغت ساوند ایمیج صحبت کنم. رفت، حالا یکی جلوترم رفت. این که لغت ساوند ایمیج که آهنگسازی الکترونیک باز بیشتر ازش استفاده میکنم و خیلی توضیحات مفصلی هم داره که اینجا جاش نیست، در واقع اون دریافت‌های ذهنی یا در واقع بگیم تخیلات تصویری شنونده است موقع شنیدن. و این خیلی موضوع مورد علاقه من بوده توی بحث آهنگسازی، که احساس می‌کنم با موسیقی الکترونیک خیلی خیلی دستم بازتره تو فضاهایی که می‌خوام ایجاد کنم. وقتی که آهنگساز بخواد شنونده‌اش نزدیک شه به اون فضای ذهنی که داشته هنگام آهنگسازی. یه سری‌ها نمی‌خوان، یه سری‌ها می‌خوان. مثلا آهنگسازایی که قشنگ اشاره می‌کنه، حالا یا با تایتل آهنگشون، اسم آهنگشون، یا چیزایی که تو بروشور از متن یا نوشته یا هر چی می‌ذارن، می‌خوان شنونده سوق پیدا کنه به اون فضای فکری آهنگساز و نزدیک تر بشه. بنابراین این شد که همچون که دومین خطم اومد، سابجکت موضوع پروژه من توی فوق لیسانس الکترونیک میوزیک شد نراتیو اند تکست از ساب تکست این الکترونیک میوزیک. لغت ساب تکست معنای دقیق و واحدی نداره و تقریبا هم جدید اضافه شده به لغتنامه زبان انگلیسی 1950 اینطورا توسط ترجمه‌ای که از این کلمه رو استانیسلافسکی استفاده کرده تو کتاب مهمش تئوری آف اکتینگ اند دراما. در واقع معنی ساب تکست میشه اون کلمه ها و جمله های نانوشته یا گفته نشده ای که توسط شنونده یا بیننده درک میشه حین اون اثر هنری که حالا داره اجرا میشه. توی همون تئاتر یا سینما اگه بخوایم مثال بزنیم، در واقع اون لحظاتی که بازیگر چیزی رو نمیگه ولی از بادی جسترش، حالت صورتش، چشماش، مکسایی که میذاره یا انتخابهایی که داره، چیزی رو احساسی یا معنایی دریافت میکنه تماشاگرش. یه جمله خیلی معروف هم داره که میگه تماشاگرها برای شنیدن اون جمله های نانوشته میان به سالن تئاتر، وگرنه که خودشون تو خونه نمایشنامه رو میخونن. بنابراین وقتی من نراتیو و تکست رو زیر سایه ساب تکست استفاده میکنم، میتونیم به یه مدل دیگه بهش نگاه کنیم. نراتیو که معنیش همون قصه گویی و روایت یه چیزه، خیلی هم معتقدن که موسیقی نباید چیزی رو روایت کنه، داستان خاصی یا چیزی. اینطوری میشه جور دیگه بهش نگاه کرد. و خود تکست هم چون ما میتونیم خیلی به طرزهای مختلف متن رو استفاده کنیم توی موسیقی، وقتی که یه در واقع المان غیر موسیقایی میاریم توی موسیقی، اون بار معنی کلمه رو نمیشه ازش گرفت. ولی شما تصور کنید متن رو خیلی کارا میشه باش کرد، صدا رو میشه اونقدر دیستورت یا فیلتر کرد که معنی کلمات قابل فهم نباشه یا اصلا به یه زبانی باشه که متوجه نشیم، ولی همچنان متن وقتی توسط صدای انسان گفته میشه، کلا صدای انسان یه خاصیتی داره که خیلی اطلاعات و بار معنایی اضافه میکنه، حتی اگه معنی کلمه‌ای که داریم میشنویم و نفهمیم. راجع به آیدنتیتی، هویت، مثلا اینکه جنسیتش چیه، سنش چیه، چه احساسی رو داره القا میکنه و از این قبیل. بنابراین
اینجوری با اضافه کردن ساب تکست اون در واقع هدف من یه جورایی تامین میشه و این قطعات منم تحت در واقع زیر سایه طرز فکر منه راجب کاری که دوست دارم تو آهنگسازی انجام بدم. در مورد روشی که دارم، چون اونقدر گسترده است موسیقی الکترونیک، از چه میدونم لایو الکترونیک و پیور الکترونیک و الکتروآکوستیک گرفته، حالا مثلا اینکه صدا کاملا دیجیتالی تولید بشه یا توسط کامپیوتر یا یک مثلا دستگاهی که سینتیسایز میکنه، یا اینکه صدا رو از جایی رکورد کنیم منبع آکوستیک بعد روش پروسس انجام بدیم، حالا چجوری این پروسس رو ارائه بدیم مثلا به همراهی یک باز منبع آکوستیکی، مثلا یه نوازنده نشسته میزنه ما صدا رو پلی بک میکنیم صدا پروسس شده، یا اینکه همزمان تو لایو الکترونیک اون صدا پروسس میشه و ارائه میشه، یا اینکه مثل خیلی از دوستان که الان میان ارائه میکنن ساز جدیدی که خودش اصلا صدا رو تولید میکنه. روش من تا اینجا این بوده که من صداهامو از منبع آکوستیک ضبط میکنم، حالا ساز یا انسان خواننده از هرچی محیط، و روشون پروسس انجام میدم و در قطعه هام هم صدای اورجینال اون منبع آکوستیک و هم صدای پروسس شده رو معمولا جفتشو استفاده میکنم و قطعه رو در واقع آهنگسازی میکنم. و نرم افزاری که من استفاده میکنم مکس ام اس پی، حالا خودم یه سری پچ میذارم از چیزای آماده پلاگینز ها و اینجور چیزها هم استفاده میکنم. این توضیح مختصری بود که میخواستم یک کم فقط در مورد کاری که من میکنم آشنا بشین. قطعه که میخوام راجبش صحبت کنم قطعه آخر منه، آخرین قطعه الکترونیکم البته، که اسمش انگاره هست، 2014. من این قطعه رو در واقع اصلا برای 8 کانال نوشتم از ابتدا. توی بحث مولتی چنل بعضی وقتا هست که یه قطعه‌ای وجود داره به طور معمول توی استریو و بعد بر حسب امکاناتی که هست توی 4 تا کانال یا بیشتر، 8 تا کانال یا بیشتر تنظیم میشه، ولی بعضی وقتا قطعه از اول واسه یه تعداد بیشتر کانال ساخته میشه و میتونید تصور کنین که همچین قطعه‌ای وقتی اجبارا برمیگرده به استریو که مثلا یه جایی مثل اینجا یا سالن، بیشتر سالن کنسرت که اصلا این امکان نیست، یا مثلا میخوام بذارم تو پیج فرزن ساند کلادم، کامل اون فضای در واقع صوتی عوض میشه وقتی که از 8 کانال مجزا تبدیل میشه به 2 کانال، ولی به هر حال راه دیگه‌ای جز این نیست واسه شنیدنش. این قطعه رو من تو این استودیو ساختم که حتی یک عکس از گوشه ایش، این استودیوی 8 کانال دپارتمان سونولوژی رویال کنسرواتوار لاهه است که من توش الکترونیک میوزیک خوندم. اینجا 4 تا اسپیکر رو داریم. چیدمان اسپیکرها توی 8 کانال معمولا اینه که وسط جلو و عقب دو تا هستن، بعد راست و چپ جلو، راست و چپ عقب، بعد وسط چپ و راست، معمولا توی فضای تقریبا مربع طور شنیده میشن. نشستن شنونده تو همچین فضایی خیلی مهمه، هر چقدر تو سنتر و مرکز باشه صدا رو درست‌تر میشه تو همچین سیستمایی. حالا که چون جا بحث تکنولوژیه، من یه سیستم دیگه هم فقط میخواستم به شما معرفی کنم که باز کنسرواتوار ما این امکانو داشت که اسمش ویفیل سینتسیس هست. در واقع تو همون فضای مربع ولی واقعا تعداد به تعداد اون طول و در واقع مسافتی که داریم، اینجا اسپیکر وجود داره، اسپیکر ریز واسه فرکانس های بالاتر و ساب به ازای هر چند تاش برای فرکانس های بمتر. در واقع اتفاقی که میفته اینجا صدا واقعا حرکت میکنه، چون وقتی ما توی اسپیکر ها صدا رو پن یا مثلا حرکت میدیم، در واقع احساس میکنیم صدا حرکت کرده با کم و زیاد کردن لولش تو یکی و اضافه کردنش تو دیگری، ولی اینجا صدا واقعا به صورت فیزیکالی از بین تک تک اینا رد میشه و خب کاملا یه حس جدیده از نظر شنیداری. من توش تا حالا کار نکردم، براش قطعه ننوشتم، ولی حتی اینترفیس هم خیلی کاربردی راحت و گرافیکیه، یعنی اون قسمت صدا که شما قبلش طراحی میکنین که حرکت صداتون چطوری باشه انتخاب میکنین و با گرافیک با کشیدن خطها تو نرم افزار خود این در واقع سیستم صداتون رو طراحی میکنید، حرکتشو، و بعد اجرا میشه. برگردیم به قطعه من انگاره. ایده اصلی قطعه از سیاه مشق اومده که همتون میدونین در قدیم برای اینکه خطاطا دستشون رو گرم کنن اونقدر اول میشون کردن حروف رو نوشتن،
که دیگه کاغذ اصلا سیاه می شده، خیلی مفهوم کلمه شاید معلوم نبوده یا حتی حروف واضح معلوم نبودن، و کم کم اونقدر این اثر خودش زیبا بوده که تبدیل شده به یه سبکی که الان خودتون می دونید و مجزا و مستقل یه سبک هنری شده توی خوشنویسی. من متریال صداییم توی این قطعه 95% دو چیزه، صدای قلم هنگام نوشتن که هم از صدای قلم خوشنویسی استفاده کردم و هم از صدای معمولی مثلا با مداد روی کاغذ رو سطح سفت. پس از صدای نوشتن تمام صدایی که پروسس کردم اکثرا صدای نوشتن خود این صدا رو به صورت اورجینالش استفاده کردم و صدای انسان وایس استفاده کردم. یه تیکه هایش آوازه که خواننده خیلی سنتی تو گوشه ها یه چیزایی رو خونده و یه تیکه هایش هم بیشترش نریشنه که یه تیکه از شعر شاملو رو انتخاب کردم با 4 تا صدای زن که نریشن کردن. صدایی که از نوشتن ضبط کردم با ریکوردر زوم خودم تو خونه همجور که میبینید با قلم های مختلف رو کاغذ های جنس مختلف، صدای نوشتم بر هنگام خوشنویسی تو هر حرفی در نمیدونم حروف کشیده و خیلی باید سعی کنید که یه صداهای خوبی بگیریم بالاخره از خوشنویسی. برای صداهای نوشتن با مدادم همجور که میبینی حرکت های مختلف، چه واقعا یه سری جمله رو نوشتم چه حرکت های مختلف مداد یا چیز مثلا روانویسی که تو دستم داشتم، نقطه گذاری و این صداها که وقت پروسسش کردم و به صداهای الکترونیکالی رسیدم و خودش هم استفاده کردم. حالا توی بخشی از قطعه میشنوید که این صدای نوشتن که حالا البته باید فقط تصورش رو کنید که فکر کنید توی 8 تا اسپیکر لاین جدا داره پخش میشه و اضافه میشه و هی بافت منسجم تری میشه از صدای نوشتن، تبدیل میشه یعنی واقعا قاطی میشه با صدای پچ پچ اون متن از شعر که داره توسط اون 4 نفر گفته میشه. در ابتدا متن خیلی خیلی منسجمه، یعنی اون لاینایی که من رکورد کردم و هر کدوم رو به تعداد زیاد رو هم گذاشتم و تازه از 8 اسپیکر داره چیز مختلف پخش میشه، یعنی در واقع شما هیچ کلمه‌ای هیچ مفهومی از اون جملات رو نمیفهمیم ولی فقط یک فضای خاص صوتی خیلی منسجمه که کم کم خلوت میشه و از هر لاین اسپیکر فقط یک جمله داره گفته میشه، ولی با این وجود 8 تا همچنان جمله مختلف دارید که الان اصلا امکان شنیدنش نیست ولی باز یک شمایی ازش میشه شنید و بعد خلوت و خلوت‌تر میشه و بسته میشه که حالا این تیکش رو براتون میذارم بعدن که بشنوید. قسمت هایی هم که خونده شده باز من ساده استفاده نکردم، یعنی کاری که کردم خود در واقع یه تیکه رو کامپوز کردم، اول هم نریشنا هم صداهای قلم و نوشتن و اینا رو هم صدای خوندن رو روی هم چیدم، از در واقع اکسپورت گرفتم ازش از اسپیکر که پخش می شده دوباره با میکروفون هایدروفون توی آب ضبط کردم. در واقع از آب اینجا به عنوان یک فیلتر طبیعی استفاده کردم. دیجیتالی هم شما شاید حتما نمیدونم بتونین به همچین صدایی برسین که مثلا فرکانسای بالا رو باید بگیرین، صدا معمولا تو آب بمتره مبهمتره، ولی من از آب به عنوان یه فیلتر طبیعی استفاده کردم واسه یه رنگ خاص صدایی که میخواستم داشته باشم. این تیکه از شعرم که استفاده کردم گفتم برای شما بذارم، شعری که در واقع نریشنی که شنیده میشه توی قطعه یه تیکه از شعر احمد شاملوه، جزء معدود قطعات منه که من خود متن الهام بخش و اینسپیریشن اولیه اصلا نبوده، گفتم الهام بخش اولیه همون سیاه مشق بوده و صدای نوشتن بوده، ولی از متنی که استفاده کردم یه تیکه از شعر شاملو بوده توی موسیقی. حالا چون قطعه خیلی طولانیه، این قطعه 18 دقیقه است و فکر میکنم از حوصله شما خارج باشه، من تیکه تیکه چند تیکش رو انتخاب کردم که میذارم براتون، اگه توضیحی باشه راجبش میدم و بعد اگه شما هر سوالی داشتین من در خدمتتونم.
در واقع اینترنس قطعه بود و یه صدایی که اون موقع یادم رفت بگم، گفتم 95% از صدای نوشتنه و صدای وایس انسانه. یه صدایی که این آخر شنیدین که دقیقا صدا شبیه کارخونه است، چون واقعا این صدا رو از کارخونه کاغذسازی ضبط کردم، از قسم ماشین های مختلف ضبط کرده بودم صدا رو. اول اصلا واسه این کار ضبط نکردم، جزء صدایی بود که قبلا ضبط کردم، ولی وقتی قطعه رو داشتم پیش می‌بردم احساس کردم این صدا میخوره به این کار و استفاده کردم. اون صدای در واقع ماشین های کارخونه کاغذبری مال همونجاست که پروسس هم شده و هم خود صداها باز استفاده شده، جفتش با همه. یه تیکه دیگه باز میشنویم. این تیکه همون تیکه‌ای که توضیح دادم که با صدای نوشتن مداد یا روان نویسه که صدای نوشتن اضافه میشه و بعد تبدیل میشه به بافت منسجم از نریشن و بعد خلوت میشه، تو خلوتی میشه جمله ها رو شنید، بار معنایی که اضافه میشه به موسیقی. میگم اینجا چون توی 8 کانال صوتی رو بردیم تو 2 کانال، اینجوری نیست که یک لاین نریشن بشنویم. وقتی 8 کانال باشه تهش، چون از هر کدوم یک لاین نریشن میشنوید، واضح معانی و فضای قبلی هم متفاوته. علاوه بر اینکه اون صدای در واقع نوشتن روی کاغذم خیلی روی پنینگاش فکر شده بود، مثلا خطایی که کشیده میشد از اسپیکرهای وسط عقب به جلو پنینگ داشت، یعنی خیلی حرکت صدا تاثیرگذاره، ولی خب دیگه نمیشه کارش کرد واسه شنیدن. تیکه بعدی در واقع این قطعه خیلی سکشنای متضاد داره، حالا کاملش توی ساند کلاد من هست ولی خب بازم 100% استریو.
خیلی سکشنای متضاد هم داره، سکشنایی که مثلا تقریبا صداها بدون پروسس استفاده شده و سکشنایی که کاملا صداها پروسس شده و خیلی انتزاعی تر میاد مثلا و خیلی دینامیک، رنج دینامیکیش متفاوته. مثلا از یه دینامیک خیلی پایین یهویی میرسیم به صدای خیلی قوی، شاید بعضی جاها آزاردهنده مثلا تو سالن کنسرت با اسپیکرهای خیلی بزرگ. الان یه تیکه دوباره گوش میدیم، این پیوند دوتا سکشن، من از ته یه سکشن گذاشتم و وصلش به شروع سکشن بعدی که شاید بهتر معلوم بشه. یه تیکه هم میذارم از همون قسمتی که گفتم توی با مایکروفون هایدروفون توی آب ضبط کردم، که قسمت در واقع خوندن سنتی خواندم همینجاست. Thank you.
یه تیکه خیلی کوتاه هم از تهش میذارم که فقط بعد ببینیم که چجوری تموم میشه، چون فضای اول و آخرش خیلی مهمه تو هر قطعه. تقریبا یه دقیقه و خیلی کم، یه ذره. صداهایی که آخر شنیدی شبیه صدای زنگوله است، صدای نقطه است، نقطه‌ای که روی کاغذ گذاشته شده که پروسس شده حالا با پروسس‌های مختلف. حتی میدونم با سمپل هم میشه شبیه شده رو، ولی خب صدای نقطه است. مرسی، خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید.